سلام سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خیلی خوشحالم اینکه امروز در خدمت شما هستم و در جلسه صفر خیلی کلاس‌ها رو تو هم چیدن. دیگه میخوان شما حد اکثر استفاده از کلاس‌ها ببرید. حالتون چطوره؟ چت بازه؟ چت رو هم برای ما باز کنین. ببینیم حالا روز بچه‌ها چطوره؟ به 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 ببین کی اینجاست. ماشاءالله. حالتون چطوره؟ به 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 به. خیلی عالی. من مخلص شما هستم. مخلص. بابا ترکوندینا. ماشاءالله. عجب آدمی میگه عرفتن کشن. خدمتتون عرض کنم که چه خبر؟ ردیفین؟ خیلی خوشحالم، خیلی مشتاق بودم که هرچی زودتر این کلاس شروع شه و امروز در خدمت شما باشم. خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم و امروز کلاسمون در سه پارت برگزار میشه. پارت اول در خصوص کنکور و حقایقی که در کنکور وجود داره، بعد از اون درس میخوام شروع کنم درس بدم و در پایان بگم که چی کار بکنیم که بتونیم کار خیلی حرفه‌ای انجام بدیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما داریم، تست داریم، همه چی داریم. اگه چند لحظه واقعا صبر کنید میبینید که داستان اصلا داستان عجیب غریبیه، داستان عربی انبار. اول از همه دوستانی که تا به حال شاید من نبودن عدد 5 رو بزنن. دوستانی که تا به حال شاگرد من نبودن و برای اولین باری که در کلاس میان عدد 5 رو بزنن بسیار زیادن و چه فرصتی رو از دست دادین در گذشته، ولی به هر حال دیگه الان فرصت اونه که یاد بگیرین و لذت ببرین. خب اول از همه بریم سراغ یه سری حقایق در کنکور. اوکی ماشاءالله. ببخشید آقا خیلی زیادن. عالی. مرسی. هر کی بگه مال کدوم شهره ببینم کی از کجا اومده. ماشاءالله انقدر آدم از جای مختلف اومده لذت میبره آدم. مرسی. و این واقعا چجوری امکان پذیر بود به غیر از کلاسینو. ببینید آقایون خانمای عزیز، اجازه بدید من این عینکم رو بزنم و شروع کنیم کار رو به صورت فوق حرفه‌ای. خب لطف کنید اگه آماده این عدد هفت رو بزنید همگی. بسیار عالی، خیلی ممنونم از همه شما. دیگه میخوام حواسا جمع باشه. ببینید بچه های عزیز، من امروز میخوام راجع به یه سری حقایق در کنکور با شما صحبت بکنم. من هر چی که میگم خیلی شما میدونید که من زبان مادریم عربیه. جی انا جی عجناح العصافیر طایر انا طایر لعیونک بدی طیر. دو بیت هم برات عربی خوندم که بفهمی اینجوری هست واقعا. ولی من اقتصاد خوندم در دانشگاه تهران و لذا هر حرفی که میزنم خیلی مستند، آماری، ارقامی و یه چیزی بهت میگم که درست. اینجوری نیست که بگم داداش میگن آقا به معلم کنکوره، یه روز قبل کنکورم به معلم کنکوره بگی آقا من تا حالا کنکور چیزی نخوندم، فردا کنکور دارم بخونم یه چیزی میشه. میگه آره تو امشب بخون یه چیزی میشه. من خیلی منطقی و حرفه‌ای به شما یه سری آمار و ارقام میگم که لذت ببرید و ببینید داستان هست چه قرار هست. خب بچه‌ها اینجا رو داشته باشید. نکته اول اینه که فقط 20% داوطلبان کنکور 1400 عربی رو بالاتر چند زدن. بگید بچه ها از هر 100 نفر 20 نفر عربی رو چند زدن، چند به بالا زدن؟ میشه عدد بگید؟ گرفتی داستان چیه؟ از هر 100 نفر توی کنکور 20 نفر عربی بالای چند درصد زدن؟ و این خیلی مهمه. 80 50 70 40 30 20 60 50 70. بیشترین چیزی که دارم میبینم 50ه. اینو داشته باش بالای 30 درصد زدن. بچه‌ها یعنی از هر 100 نفر توی کنکور 80 نفر عربی رو زیر 30 درصد میزنن. ببین 30 درصد یعنی 8 سوال. طبیعی هم هست، برای اینکه 10 تا تست ترجمه میاد و حالا اینا میان مثلا میدن فدای تو بشم، از این 10 تا 7 8 تاشو حل میکنن و این همون
سیل و موج بازنده های کنکوریه. چرا شما در چرا در کنکور اینطوریه؟ چرا در کنکور 80% داوطلبان زیر 30% میزنن، در حالی که 70% تست ها ساده و متوسطن؟ این آمار کنکور 1400. 70% سوالای کنکور عربی رو دارم میگم، من راجع به بقیه درسی که بلد نیستم. 70% سوالات عربی ساده و متوسطن. پس چرا در کنکور میگیم چرا 80% بچه ها عربی رو زیر سی میزنن؟ چند عامل وجود داره که جالب اگه این عوامل خدمتتون بگم میبینی که این عوامل ما هم داریم. یک، عدم خواندن لغات. خیلی از شماها واژه نمیخونین. اینو جالبه بدونید که اگر واژه نخونی و روی تمام مطالب مسلط باشی، یه بار دیگه میگم، اگر واژه نخونی و روی تمام مطالب مسلط باشی و در کنکور تست هایی که ربطی به واژه ندارن همه رو درست حل کنی، شما بیش از 40% نمیتونی بزنی. یک. دو، بچه ها نحوه مطالعه درس عربی رو بلد نیستن، نمیدونن عربی رو با چجوری بخونن. دیمی کار کرده، یه جلسه کلاس منو میاد، دو جلسه میره تو اینترنت چیزی سرچ میکنه، جزوه منو میخونه، کتاب ایکس رو میزنه، سه تا تست از یکی کتاب میزنه، پنج تا تست از اون کتاب میزنه. یه سیستم همسان و یکسان رو کنار هم نمیچینه تا نتیجه لازم بگیره. انگار که میخواد یه ماشین بسازه، لاستیک پراید رو ور میداره، در بنز رو ور میداره، شاسی بی ام و رو میذاره، بعد نمیدونم گیربکس میره یه دیفندر رو ور میداره روش میذاره و یه چیزی درست میکنه که راه نمیره. سه، دوستان مدیریت آزمون رو بلد نیستن. عزیز من تو برای هر تست 48 ثانیه وقت لازم داری. چجوری باید مدیریت کنی؟ چجوری باید به این نقطه برسی که بتونی یه نتیجه لازم بگیری و درصدی که داوطلبی کنکور میتونن بزنن و رشته خوبی قبول شن بیارن؟ خب و اما یک رتبه سه رقمی در کنکور به نظرتون میانگین عربی رتبه های سه رقمی در کنکور چند درصده؟ شما بگید آقا میانگین عربی برای خیلی دارن درست میگن. این نشون میده کسایی که اومدن سر کلاس میدونن چندن و این خیلی اهمیت داره. بله بچه ها، بله، حداقل 70% میانگین عربی برای رتبه‌های سه رقمی در کنکور حداقل 70%، یعنی 70% دیگه، یعنی تو برای اینکه یه رتبه سه رقمی بیاری حداقل باید عربی رو 70 بزنی. اما شدنیه و چجوری؟ اگه من تو همین الان عربی نخونده باشم شدنیه یا نه؟ ببینم، شما به خوبی منو میشناسین، منم به خوبی شما رو میشناسم. شمایی که الان داری کلاس رو میبینی سه گروه آدم هستی که داری کلاس رو میبینین. یک، کسانی که به هر دلیلی عربی نخوندن، اصلا ول کردن، فکر کردن خودشون میتونن بخونن، فکر میکردن که از پس داستان برمیان و نتونستن و الان صفر صفرن. دانش آموزایی که کلاس دیگه ای میرفتن، از پکیجی استفاده میکردن، اون نتیجه لازم نگرفت و الان تصمیم گرفتن که یه کلاس جدید بیان. اینا یه سری از مباحث رو بلد نیستن، از مباحث رو بلد نیستن. به دانش آموزایی که شاید قسمت عمدهشون شاگردهای کلاس مرداد و نوبان من باشن، کسایی که کار رو خوب انجام دادن، الان توی یه نقطه ایستادن که دارن 70-80 میدن. من خیلی، همونطور که خیلی دایرکت داشتم که آقا ما عربی صفریم، همون قدم دایرکت داشتم که آقا ما الان عربی داریم 70-80 میزنیم، میخوایم بیان تو تست نقطه صدش بکنیم. من میگم همه شما میتونی به اون نتیجه که میخوای برسی. میدونی چرا؟ چون هیچ کس به اندازه من در طیف های گسترده درس داده. من از مناطق محروم تو منوجان و کهنوج و زابل و سیستم بلوچستان درس دادم تا جایی که تمام کار روزمرهشون درس بوده و رتبه های برتر، فرزانگان یک تهران، فرزانگان دوی تهران، علامه هلی تهران. و من خوب میدونم که هر کدوم از اینها باید چجوری کار کنن، باید چجوری عمل کنن نتیجه لازم رو بگیرن و رشد بکنن. و من برای هر کدوم از اینها یه برنامه ویژه دارم. اما شدنی یا نه؟ بیا باز هم بهت با آمار و ارقام نشون میدم. تعداد درس‌ها رو تو عربی ببینید. بچه عربی دهم
8 درس داره، عربی 11 هم 7 درس داره، عربی 12 هم برای بچه رشته ریاضی و تجربی 4 درس و برای بچه انسانی 5 درس داره. اگه بگیم اینجا 5 درسه، در مجموع ما حدود 20 درس داریم. خوب نگاه کن ببین کجای چیزی که میگم غلطه و شدنی نیست. اما متد عربی عمار چیه؟ متد عربی عمار میگه آقا برای تسلط و یادگیری 3 مرحله وجود داره. 1. مطالعه واژگان هر درس. شما برای اینکه بتوانی به درصد بالای 70 برسی و داری برنامه‌ریزی میکنی برای رتبه 3 رقمی، 2 رقمی یا تک رقمی، باید واژه‌ت قوی باشه. لغات، آیات، روایات، تعاریف رو خوبی بلد باشی. عزیز من، 2 تا تست مستقیم واژه داریم، 4 تا تست درک متن داریم، 6 تا 6 4 تا 24 تا مستقیما ربط داره به واژه. اینکه حالا تست های ترجمه گاهی با واژه حل میشن، تست های قواعد گاهی با واژه حل میشن، بذارش کنار، اونها هم هستن، اونها هم اضافه میشه به داستان. 2. تسلط بر قواعد و ریز نکات. این رو من از کسانی آموختم که عربی رو صد زدن. من تو کلاس نگاه میکردم، میدم آقا مثلا توی دبیرستان سمپا توی فرزانگان، خب میانگین تراز بچه‌ها تو قلمچی 7000ه، چرا همه‌شون صد نمیزنن؟ چرا فقط بعضی‌هاشون صد میزنن؟ یه روز همه رو دعوت کردم دفترم، گفتم این کاغذ رو بردارید لطفاً بنویسید از ابتدای سال تا الان چی کارا کردید برای عربی، و دیدم اینا یه کاری کردن که من حواسم نبوده. اینا به طور میانگین جزء رو 12 بار خونده بودن و بر تمام نکات و ریز نکات و قواعد مسلط بودن. دیدم عجب کاری کردن. مگه سخت‌ترین تست کنکور چه تستیه؟ تستیه که 3 تا نکته با هم ترکیب کرده و کسی میتونه این تست رو خوب حل کنه و به درصد عالی برسه که همه این نکات عربی رو بلد باشه و بتونه اینها رو به هم ارتباط بده و بتونه به اون تست پاسخ بده. عجب داستانی. و یادت باشه تست دوبار از یک منبع درست حسابی انتخاب میکنی، تو در کتاب کلاس های ما کتاب های عربی عمار، و دوبار از اونا تست میزنی. چرا این اتفاق میفته؟ بعدا راجبش صحبت میکنم. اما یه سوال خیلی حرفه‌ای، به نظرت کسی که در کنکور میاد عربی رو، نه هر درسی رو بالای 80 میزنه، برای حل سوالات فکر میکنه؟ عزیزم بخواد فکر کنه تو 48 سنه که نمیتونه فکر کنه، هر تست 2 دقیقه طول میکشه که بخواد فکر کنه و به بالای 80 برسه. واسه او چی کار میکنه؟ او به حدی از تسلط و مهارت رسیده به محض اینکه تست رو ببینه حلش میکنه. کی تو به این حد از تسلط و مهارت میرسی؟ این متد عربی عمار رو بری، واژه هر درس، قواعد هر درس، تست دوبار از یک منبع. من در دوره تست نکتم به شما برنامه مطالعاتی میدم در پایان هر جلسه که بری واژه چی بخونی، لغات، آیات، روایت، تعاریف چی بخونی. من به شما در جزوه‌ای که فقط 62 صفحه است ادعا میکنم که امکان نداره در کنکور نکته‌ای بیاد که من در این 62 صفحه به شما نگفته باشم. و بهتون قول میدم اگر کتاب عربی اما دوبار به طور کامل تست بزنی، دیگه تستی نیست که در کنکور نتونی حلش بکنی. چون این کتاب های عربی اما رو من از خط به خط کتاب های درسی تألیف کردم. این کاری که طراح کنکور میکنه. پس این پلنیه که رو هم دیگه میخوایم انجام بدیم و میخوایم یه بیگ استارت داشته باشیم، یه شروع بزرگ. اونایی که آمادن برای یه شروع بزرگ لطف کنن عدد 7 رو بزن. مخلصیم همگی، مخلصیم. عالی. بعضی اینا اینجا میگن چرا عدد 7 7 عدد مقدسیه، عدد منه و فوق العاده است. من 7 فروردینم به دنیا اومدم. خب همه آمادن، همه برای یک بیگ استارت آماده هستن و خوشحالم از اینکه در خدمت شما. خب من دیگه بیش از این صحبت نمی کنم و یادتون باشه کلاس من یه ویژگی داره که هیچ کس، دارم بهت میگم هیچ کس، این ویژگی رو نمیتونه پیاده بکنه. من شخصا به کسانی که شاگرد من هستند شماره واتسپی رو میدم و سامانه رو معرفی میکنم که شما میتونید اشکالاتتون رو بپرسید و مستقیما خود من به شما پاسخ بدم و نه هیچ کس دیگه. برای این کار برنامه‌ریزی کردیم.
این خوبیش اینه که هر شنبه که ما با هم کلاس داریم، از این شنبه تا شنبه دیگه اگه اشکالی برات پیش اومد دیگه یک هفته صبر نمی‌کنی، تو حتی دو روزم صبر نمی‌کنی، امروز میپرسی، در بدترین شرایط فردا من جوابتو میدم. این یه اتفاق ویژه است و این خدمات پس از فروش ادویه‌مان. و نکته بعدی، توی برنامه نوشته بچه‌های رئیس تجربه 8 جلسه و بچه‌های انسانی 10 جلسه تست و نکته دارن. آره، اواسط اردیبهشت ماه این کلاس تموم میشه، ولی من تا دم کنکور با شما هستم، ولتون نمی کنم، کلاس میذاریم، رفع اشکال میذاریم، برنامه میدیم و هر چی که دلت بخواد. و اینم این آپشنیه که کلاس ما داره. مرسی. خب میگه آقا عراض میگه که ما سوار ما خودمون یه مش سروازیم، جون به کف اسرائیل با اکیپ ما جوره، پس کجای کاری؟ عالیه عالیه عالیه. خب بچه خوب گوش کنین، خوب گوش کنین. جزوه‌ای که الان گذاشته شد، یه راجع به کتاب و جزوه آخر کلاس صحبت میخوام، دارم سراغ درس، میخوام درس بدم. خب میگه میخوام بیشتر از این حرف بزنم. جزوه‌ای که رو پنل هست، جزوه‌ای که روی پنل هست، این جزوه فقط 16 صفحه است، چون امروز خیلی از بچه ها رایگان هستن، سر کلاس مهمان من هستن، قدمش روی چشم و من به احترام همه کسانی که تو این کلاس اومدن میخوام درس بدم و اونها هم استفاده کنن، چه دوست داشتن ثبت نام کنن، چه دوست نداشتن، حداقل بتونم سهمی در موفقیت شما داشته باشم، همین برای من بسه. و اگر احیانا سوال دیگه ای داشتید، اگه سوالی داشتید که میخواستید از من بپرسین، کافیه که به خدمتون عرض کنم که اینستاگرام من مراجعه کنید دایرکت. همین الان من براتون اینو می‌نویسم اینجا، اینستاگرام منو فعال، چون خیلی دارین سوال میکنین. خب این رو بزن یه مقدار چیزش هم بکنم، همین دیگه، از این میشته عربیک اندرلاین عمار، چون خیلی تعدادتون زیاده و سوالات خیلی زیاده و من نمیرسم جواب بدم. بعد از کلاس همین الان فالو کنین، سوالاتون توی دایرکت، هر سوالی هر کسی داره بپرسه، حتما تا امشب به همه سوالای شما خود من پاسخ میدم. مرسی. بریم سراغ جزوه. جزوه رو میریسم اینجان. خب همگی دیگه آماده باشید، درس رو شروع کردیم دیگه، میخوایم بهتر کنیم دیگه، میریم سراغ درس. بله حتما حتما حتما. چی؟ پاورپوینت هم برداریم و آره دیگه. خیلی عالی، خیلی ممنون. اینش هم پاک کنیم حالا بعد. اینا هم اگه میشه دیلیتش کن، روش سیوش نکن، یا اصلا سیو نکن. آره آره. خب کلاس رو بچه‌ها 7 کلاس داریم دوباره. آره ما 7 بعد از من کلاس، من مثل که 7 کلاس داریم، من سعی میکنم یه رو به 7 کارو تموم کنم که شما یه رو تایم استراحت داشته باشید. اوکی، خیلی تو هم نباشه کلاس ها. خب بریم ببینیم که آره، کانال تلگرام هم داریم، امیر حسین شامخی چشم اسم شما رو هم میخونیم و راجب یه مسئله خیلی مهمی صحبت نکردم، اینکه یکی از بچه‌ها پرسید. ببین ما گفتیم که برای، خوب گوش کنید، ما گفتیم برای، اینجاش خیلی مهمه، ما برای مطالعه هر درس 3 بخش داریم، درسته؟ واژگان، قواعد و تست. بچه واژگان هر درس رو اگه 1 ساعت براش وقت بذاری، قواعد هر درس رو اگه براش 1/2 ساعت وقت بذاری و 60-70 تا تست از هر درس بزنی که میشه 1.5 ساعت، در مجموع برای هر درس باید 3 ساعت وقت بذاری. 20 تا درس داری میشه 60 ساعت. عزیز من، اگه من شبیه 1 ساعت برای عربی وقت بذارم، میتونم در 2 ماه کل عربی رو ببندم. عزیز من، اسفند و فروردین 1 دور عربی رو میبندی، اردیبهشت و خرداد 1 دور دیگه عربی رو میبندی. حالا شاید تو بگی آقا من هر شب نمیتونم 1 ساعت بذارم. خب 1 شب در میون 2 ساعت وقت بذار. اصلا شاید بگی آقا من میخوام برای عربی شبی 1/2 ساعت وقت بذارم. باشه، شبی 1/2 ساعت هم اگه وقت بذاری، تو 4 ماه اسفند، فروردین، اردیبهشت، خرداد میتونی عربی رو فول بخونی. پس شدنیه. وقتی بگم شدنیه یعنی آره شدنیه. حله؟ درک مطلب و همه چی اینا رو میگه آقا، همه چی. آقا ببین، همه چی رو میگم، دور ما همه چی هست، اگه هیچی هم نباشه خود من همه چی هم. حله؟ چی شد جزبمون؟ اوکیه؟ خب هیچ، حله. بریم سراغ، پس آقا من اینو اینجا یادداشت میگم، شما هم یادداشت کنید تو همین صفحه فری، همه یادداشت کنید این چیزی که من میگم رو. خوب نگاه کن،
هر درس این همون متد سگانه عربی اما تو هر درس ها سه تا کار باید براش انجام بدی به ترتیب. یک، لغت لارت بخونی. من بهش میگم لارت. حالا لارت چیه؟ الان بهت میگم. لارت مخفف لغات، آیات، روایات و تعاریف. قواعد رو میخونی از رو جزوه و بعد تست میزنی. اوکی؟ گفتم لارت رو اولا در طول هفته باید بخونی. این نیم ساعت وقت میخواد. یه ساعت. حالا من یکم دست بالا میگیرم که بدون. واقعا قواعد نیم ساعت میخواد. تست هم 1.5 ساعت. مجموعش میشه هر درس 3 ساعت. ضرب در 20 درسش بکنی میشه 60 ساعت. هر کدوم شما در هر مقطعی که هستید بعدم اعتماد بهم پیغام بدید، بعد بهم پیغام بدید بگی آقا من اوکی ام، من دارم 80% بده. چی من بزنم چیکار کنم؟ ولی هر کدوم شما حتی اگه صفر باشید 60 ساعت وقت اگه بتونی بذاری میتونی عربی رو کامل یه دور بخونی و داشته باشی. اینو یادم رفت اون پرزنت به شما بگم. بریم سراغ کلاس نکته و تست عربی به سبک عمار و شروع کنیم کار رو از بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در زبان عربی ما امروز الان میخوام وارد درس، اولا که من درس به درس هم میرم جلو دیگه، الان درس 1 دوم 2 دوم همینجوری میریم جلو و درو میکنیم. حله؟ خیلی شما این درس ها رو بلد نیستید الان یاد میگیرید. بعضی از شما بعضی از این درس ها رو بلدن، بعضیش رو بلد نیستن. اونی که بلد نیستن رو یاد میگیرن، اونی که بلدن مرور میشه. یه دم اینا رو بلدید، حالا اینایی که بلدن الان باید با من اونور سیستم که نشستن بده بسون بکنن، یه چیزی میپرسن جواب بدن اینجا. حله؟ بریم. در زبان عربی یکی از مهمترین اتفاقات و چیزایی که در واقع ما راجبش باید کار کنیم اسم از لحاظ جنس. این اولین چیزی که یاد گرفتیم. اسمها در زبان عربی، لارت گفتیم این لغات، آیات، روایات، تعریف داشته باش. اسم از لحاظ جنس در عربی یا مذکره یا مؤنثه. آقا مذکر بر جنس نر دلالت داره، مؤنث بر جنس ماده، درسته؟ به من بگو ببینم مشهورترین نشانی مؤنث بودن چیه؟ همه جواب بدیم ببینم. همه. آها خیلی ها دارن میگن تیگد. بچه های خودم بگن چیا به غیر از تیگد میتونه نشانی مؤنث باشه. مرسی. آها نشانه های مؤنث بودن بچه ها فقط تیگر نیست، اینا هم هست. تیگرده مثل مدرسه، مثل شجره. این آه که بهش بچه ها الف مقصوره میگن، الف مقصوره، مثل دنیا، مثل کبرا. و این الفی که یه همزه کنارشه بهش میگن الف ممدوده. به این مثال دقت کنی بچه ها، اینجا رو نکنی. تیگر مدرسه، درسته؟ شجره، دنیا، کبرا، صحرا، همرا، اینا نشانه مؤنث بودن. اما قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم یه لحظه بید اینجا، چی میتونه بگه این دوتا حرف با هم چه فرقی میکنن؟ همه بگید به من ببینم. کی میتونه بگه که آقا این با این چه فرقی میکنه؟ دیگه از این ساده تر مگه داریم؟ این دوتا حرف با هم اولی چیه دومی چیه؟ بگو ببینم. آره شرکت کنین، همه باشین. آها مرسی، ببخشید پیغام خیلی زیاد، بعضیات این وسط یه چیزایی می‌نویسن نمی‌تونم ببینم، بخاطر همین گفتم دایرکت بدید. بچه یادتون باشه این یاه و این الفه و اینا زمین تا زیر زمین با هم فرق میکنن. الان بگو ببینم شما اینو چی میخونی؟ فینگلیش برام بنویسید بچه‌ها، فینگلیش برام بنویسید. شما الان اینو چی میخونی اینو بخون ببینم چی میخونی؟ این پایینیه چی میخونی؟ هاباریکلا فینگلیش بنویس. این الان علیه، این الان علاه. والا یه که زیرش دوتا نقطه هست با یه که زیرش دوتا نقطه نیست، زمین تا زیر زمین با هم فرق میکنن. اینو داشته باش، عالی بود. حالا سوال چی میگه؟ میگه آقا من فهمیدم
فیگرد الف مقصور و الف ممدود نشانه مؤنث بودنن. آیا هر اسمی که آخر خودش یکی از اینا رو داشته باشه حتما مؤنثه؟ میگم خوب گوش کنید، نه. این سه تا حرفی که پشت سر من فیگرد و الف مقصوره و الف ممدوده زمانی نشانه مؤنثن که جزء زائد اسم باشن. یعنی چی عمار؟ یعنی چی جزء زائد اسم باشن؟ یعنی با حذف اونها سه حرف یا بیشتر باقی بمونه. پس من اگر آخر یک اسمی تیگرد و الف مقصور و الف ممدود دیدم، اینو حذفش میکنم، نگاه میکنم چند تا حرف باقی موند. سه حرف یا بیشتر باقی موند، این تیگرد و این الف مقصور و این الف ممدود جزء زائد اسمن، نشانه مؤنثن، پس این کلمه مؤنثه. اما اگه من اینو حذف کردم و کمتر از سه حرف باقی موند، اینا دیگه نشانه مؤنث بودن نیستن. میخوام اینو با هم اینجا بنویسیم. شما هم دوست داشتید میتونید با من یادداشت کنید. چی میگه؟ میگه حروف فوق در صورتی نشانه مؤنث هستند که با حذف آنها سه حرف یا بیشتر باقی بماند. عجب نکته قشنگی اینجا رو داشته باشید بچه. مثلا من دارم ماء و دارم هرباء، هر جفت اینا بچه ها الف ممدوده دارن. تو به من بگو الف ممدوده ما رو که برمیدارم چند حرف باقی میمونه؟ یه حرف. پس اینجا الف ممدوده جزء زائد هست یا نیست؟ بگو ببینم جزء زائد هست یا نیست؟ مرسی، جزء زائد نیست. پس ما مذکره یا مؤنثه؟ بگو مذکره یا مؤنثه؟ ماشاءالله پس ما مذکره. هربا رو نگاه میکنم، هربا الف ممدودش رو حذف میکنم، سه تا حرف باقی میمونه. مهمه آقا معنی بده اون سه حرفی که باقی میمونه؟ اصلا مهم نیست، مهم اینه که چند تا حرف باقی میمونه. سه تا حرف باقی مونده. پس اینجا الف ممدوده تو هربا نشانه مذکر بودن هست یا نیست؟ بگو ببینم هست یا نیست. مرسی، هست. پس هربا اینجا مذکر یا مؤنث؟ جواب، همه جواب. مرسی، مؤنثه. این به بسم الله است، این به بسم الله است. اما ام یعنی چی؟ ام یعنی مادر. ام یعنی مادر. مادر مؤنثه ولی هیچ نشانه مؤنث بودن نداره. اینا رو چیکار کنم؟ میگم اینا رو برات نوشتم، امکان نداره کنکوری بیاد و این نکته‌ای که الان اینجا میگم توش نباشه. میگه تیگرد از مشهورترین نشانه‌های مؤنث بودن است، اما اسامی وجود دارند که نشانه مؤنث بودن رو ندارند. سه گروه هم بچه‌ها، بیر، ایکی، اوچ. بیر مادر، شمس خورشید، ارض زمین، نار آتش، نفس خود، روح حرب جنگ، دار خانه، بئر چاه، ریح باد. شهرها و کشورها، همه شهرها و کشورها مؤنثن و برخی اعضای زوج بدن که ما این چهار تا رو بیشتر نمیخونیم. اذن یعنی گوش، عین یعنی چشم، ید یعنی دست و رجل یعنی پا. پس حواسمون به این داستان باشه، همین ستا رو بیشتر نمیخونیم. یه سری از دوستان یه چیزایی میگن، مثل شهروزی که از شاگرده خودمونه تو شهر و کشورها بچه استثناء داره، مثل عراق مذکره، ما دیگه اونا رو نمیخونیم. حله؟ و یه سری چیزای دیگه هم هست که ما همینا برامون کفایت میکنه و حرفی. خب نه ترکی هستم که گفتم عربم، آره ترکی ولی بلدم، آره یه کمی بلدم. حله؟ دیدی ما ایرانی ها از هر زبانی فوشوشو اول یاد میگیم. چرا واقعا وقت تمایل به بی‌ادبی داریم؟ ها دقت کردی؟ خدا کردی؟ مثلا هر کی به من میرسه بچه ها، هر کی به من میرسه میگه آخ تو عربی، سه تو پشت عربی ما یاد میدیم. میگم بابا خب واسه چی باید پشت عربی ما شما یاد بدیم؟ خب آره
خب این از مذکر و مؤنث. هر کی فهمید مثبت، هر کی نفهمید منفی. بدو ببینم، من مخلص همه شما هستم، فداتون بشه. هر کی فهمید مثبت، هر کی نفهمید منفی. دوستانی هم که تازه به ما پیوستن، تازه آفلاینشو میبینن، همین از اینجا بعدش که دیگه میخوام برم یه درسی باز جدیدی میدم، خیلی ربطی به قبل نداره. مرسی مرسی، همه حواس جمع. خب اسم از لحاظ عدد، به 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 به، تست کنکور میخوایم حل کنیم. ما تست کنکور، تست کنکور. آقا اسم از لحاظ عدد در همه زبان‌های دنیا، نه در عربی، بر سه قسمه: مفرد، مثنا، جمع. مفرد یعنی یه نفر یا یه چیز، مثنا یعنی دو نفر یا دو چیز، و جمع یعنی بیش از دو نفر یا دو چیز. میخوام همین مسئله کوچیک رو و این مسئله ساده‌ای که واقعا مال هفتمه با همدیگه راجع به ریز نکته‌هاش صحبت کنیم، یه سری کدای حرفه‌ای بهتون بدم و بریم سراغ کنکور 98 ببینیم 5 تا تست از این کنکور اومده چجوری باید حلشون کنیم. لطفاً همه خوب گوش کنید، همه گوش کنید. یکی از بچه‌ها پرسه آقا با تست نکته، فقط تست نکته به نظر چند درصد میزنیم؟ آقا میتونی به 100 درصد برسی. من دارم بهت میگم آقا، یه چیزی خیلی جالب بهتون بگم. ببین من وقتی میام اینجا، من که شما رو ندیدم که، اصلا نمیدونم کی هستید، کجا هستید، ولی من با این انگیزه اومدم که تک تک شما عربی باید بالای 80 بزنید. من دارم برای این کار میکنم. اگه مرد عمل هستی، کاری که میگم رو انجام بده، بریم جلو بهتری کنیم. من واقعا هم همایشم که میرم شهرستان، مثلا وارد سالن میشم 700 800 نفر تو سالن، نمیشناسم اینا رو، ولی پامو رو سمی که میذارم میگم ببین عمار، اینا میخوان 80 به بالا بزنن ها. اینا قرار 80 به بالا بزنن. حالا 80 90 100 دیگه بس، چون صده فقط رفت به عربی نداره. دفترچه آغاز میشه، دفترچه عمومی، یه ادبیات سخت دشوار باعث میشه حالت خراب شه، بقیه درسای بعد عمومیش هم خراب کنی. اینم خیلی مهمه که بتونی خودتو برای بدترین شرایط هم آماده بکنی. من دارم به شما اینو میگم، من اصلا تا حالا تو زندگیم رفتم خونه شاگردی همین تهران خصوصی، بارها و بارها پیش اومد، دیدم بچه استعداد اینو نداره که بخواد 80 بزنه. بعد اولین جلسه هزینه رو پس دادم، گفتم خانم آقا این بچه توانش رو نداره، برید یه معلم دیگه بگیر، این نمیتونه بزن. من الان شما رو نمیشناسم، من دیفالت هم الان اینه که همه شما میتونید 80 به بالا بزنید، 80 90 100. پس همه با من همراه باشید. خب راجع به کتاب جزوه بعدا با هم صحبت میکنیم. بذار بریم جلو بچه‌ها، بذار بریم جلو. اوکی آره، اسمم عماره، بابا تو رو خدا سوال دارم، فدای شما امیر جان. هر چی چیز بود، شکلک مکلک و ایموجی بود برام فرستاد. خب بریم با سراغ اسم از لحاظ عدد. آقا اسم از لحاظ عدد، دیگه کسی چیز تایپ نکنه، همه حواسو جمع باشن. یا مفرد، به قرآن فکر کن اینجا رو بلد، یا مثنا یا جمع. حالا میریم جلو میبینی چند تا ریز نکته داره. مفرد بر یک فرد یا یک شی دلالت میکنه، معلم معلمت. مثنا بر دو فرد یا دو شی دلالت میکنه. و یادتون باشه بچه‌ها، خب فرمول داره، فرمولش اینه: مفرد به اضافه آنه، مفرد به اضافه عینه. اوکی حالا اینکه آنه با عینه چه فرقی میکنه بعدم به تو میگیم. ببین معلم میشه معلمانه، معلمینه. معلمت میشه معلمتانه، معلمتینه. این از این. جمع در عربی بر دو نوعه، یا سالمه یا مکسر. سالم فرمول داره، مکسر فرمول نداره. جمع سالم برای مذکر مفرد به اضافه واو و نون و یونونه، برای مؤنث مفرد به اضافه آته. یعنی معلم میشه معلمونه، معلمینه. معلمت میشه معلمات. این تیگردش حذف میشه ها، تیگردش حذف میشه. خب همینجا یک کد به شما بدم، بچه ها معلمینه رو با معلمینه قاطی میکنن. معلمینه، معلمی نه، کدومش مثنی، کدومش جمعه؟ یه روش داریم معروف به روش‌های منگولیه، یعنی منگول‌ترین افراد هم اینو یاد میگیرن. میگیم ما وقتی یه جای یه جمعیت زیاد میبینیم میگیم پس اونی که اداره جمعه، نکن معلمی نه، معلمو نه. پس در نتیجه اونی که اداره چیه؟ جمعه. پس
گفتم یه بار دیگه، بچه ها معمولا در کنکور این دوتا کلمه رو با هم قاطی میکنن. کدوم دوتا رو این آنها کنیم بچه ها؟ معلمینه رو با معلمینه قاطی میکنم، میگم آقا این ا داره این ا داره. وقتی ما بعد یه روش منگولی یاد دادیم، وقتی ما یه جای جمعیت زیاد میبینیم میگیم ا، پس اونی که ا داره جمعه. این روش دیگه از این روش منگولی تر چی میخواستی؟ و این کد دیگه ای که بهت میدم رو داشته باش. مؤنثات دارن، مؤنثات دارن، آقا این یاد باش، مؤنثات دارن. باورت میشه؟ ناکو ناکو اینجا رو معلمت، اینا معلمت، معلمتانه، معلمتینه، معلمات، همه با هم برو. معلم مؤنثات دارن، مؤنثات دارن، بگو بابا مؤنثات دارن، مؤنثات دارن. و اما جمع مکسر، جمع مکسر فرمول نداره، فرمول نداره، و تو جالبه بدونی هر چی جمع مکسر تو کتاب درسی باید بلد باشی. خیلیشو بلدی. بریم با هم که مرور کنیم. مساجد مفرد، اینایی که میگم بگید ببینم. مساجد، همه همه مساجد، مرسی مسجد، مرسی. شعراء، شعراء بگویم، شعراء، مرسی. شاعر، شاعر. اشعار، اشعار بگو، بگو. شعر، شعر. رجال، رجال بگو، مرسی. رجل، آها خیلی هاشو 70% بلدین. اما اگر، اما اگر جمع مکسری هست که بلد نیستید، توی دوتا واژه‌نامه که یکیش مال ریاضی تجرید و یکی مال انسانی ها، تمام جمع مکسر و تمام مفرداشون با معنیش وجود داره و از اونجا باید یاد بگیرید. این نکته بعدی. خب اما از این چجوری سوال میاد؟ وای وای وای، بریم با همینجا یه نکته فوق خفن رو بنویسیم، یه نکته فوق خفن داشته باشید، داشته باشید. بچه لطف کنین، لطف کنین با من یادداشت کنین. حله؟ میگه حواسمان به جمعهای مکسری باشد که آخر خود، که آخر خود و آخر خود، بچه داشته باشید اینجور، الفونون، یونون و آت دارن. حواسان به جمع های مکسری باشد که آخر خود الفونون، یونون و آت دارن. بچه یه سری جمع مکسر هست آخرش الف و نون، آدم با مثنا اشتباهش میگیره. یه سری جمع مکسر هست آخرش یه و نون، آدم با جمع سالم مذکر، با جمع مذکر سالم قاطیش میگیره. یه سری اسامی جمع مکسر آخرش آته، اینا رو آدم با جمع مؤنث سالم اشتباه میگیره. اینا رو باید چیکار کنیم؟ اینا رو باید چیکار کنیم؟ میگم خوب گوش کن. میگیم در مثنا و جمع مذکر سالم با حذف حروف فوق مفرد کلمه باقی میماند. بچه پس روشش اینه، وقتی من میگم معلمینه، یه اونونو که حذف کنم معلم باقی میمونه مفردش. وقتی میگم تلمیزانه، این آنشو که برمیدارم تلمیز باقی میمونه که مفردشه. وقتی میگم معلمات، آتو که وردارم معلم مفردش باقی میمونه. اما این مثال دقت کن، این مثال دقت کن. به تو میگن الوان، الوان آخرش الف و نون، آدم فکر کنه مثناست. الف و نون الوانو برمیدارم الو باقی میمونه. الو چیه دیگه؟ الو که هیچی نیست. بچه کی میتونه بگه که الوان جمع مکسر چیه؟ آه؟ الوان جمع مکسر چیه؟ مرسی. این بچه ها جمع مکسر لونه، لون یعنی چی؟ رنگ. یه مثال دیگه، آقا مساکین، من این یه اونونشو وردارم مساک باقی میمونه. مساک مفرد مساکین نیست. کی میتونه بگه مساکین؟
آها مفردش چیه؟ ماشاءالله این جمع مکسر مسکینه فداتشم. یا مثلا اسوات آخرش آت داره، آدم فکر کنه جمع مؤنث ساله، من آتشو بردارم اسو باقی میمونه، اسو که مفرد اسوات نیست. پس اسوات اینجا جمع مکسر صوته، اینم مفرد مثنا جمع و کل نکته و ریز نکته هایی که داشت. هر کی فهمید مثبت، هر کی نفهمید منفی، هر کی فهمید مثبت، هر کی نفهمید منفی. ها ماشاءالله، ها ماشاءالله، مرسی مرسی. حالا میخوایم بریم سراغ چی بچه ها؟ یه نفر منفی نفرستاده، دقیقا پیغام سریعه که چرا یکی دو تا من دیدم، حالا احتمالا دستش اشتباه خورده. مگه میشه؟ مگه میشه؟ مگه داریم داداش؟ بریم با هم تست، بریم با هم تست. ببین خود تست کنکور رو کات کردم، کراپ کردم، اینجا گذاشتم. بخاطر این 45 اینا تو تست کنکور 98. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، یه چیز دیگه هم بهتون بگم. من یه اعتقادی دارم، میگم تستای کنکور رو حروم نکنیم. ما رو تستای 98 99 کار میکنیم، کاری به 1400 یا نداریم، مگر اینکه یه سوژه جدید داشته باشه. 1400 اصلا نگاه بهش نکن. این حرفی که من میزنم و یادگاری از من داشته باش. کنکور 1400 اصلا بهش نگاه نکن، بذار تو خرداد، بذار تو تیر ماه. استانداردترین کنکوری که تو میتونی قبل از کنکور شبیه سازی کنی همین کنکور 1400. آره من خودم طراح قلمچی ام، طراح گزینه 2 ام، تو پورتیش خودم سرگروه عربی ام، طراح آزمون نشانه بودم، کسی به اندازه من طراح آزمون نبوده. ولی من دارم به تو میگم استانداردترین آزمونی که میتونی از خودت امتحان بگیری کنکور 1400. بهش اصلا نگاه نکن، بذار همون دقیقه آخر. اعتقاد من بر این. خب حالا اینجا میگه کجا نوع جمع با بقیه متفاوته. آقا گزینه بزنید، گزینه بزنید، من ببینم چند درصد درسته. یکی نشته خود تحلیل صرفی، سخت به قرآن به تحلیل صرفی برسم خندت میگیره که چه جوری اینا رو حل میکنی. برو ببینم، برو گزینه بزنین. مرسی آقا، 88 درصد تا الان درست جواب دادن. یه تعدادی گزینه ها رو عوض کردن و الان افت پیدا کرد، شد 65 درصد. بزنید آقا، لطف کنید گزینه بزنید. 63 درصد درست حل کردن. دوستانی که غلط حل کردن این فاجعه است، حواستون باشه. شد 61 درصد. آقا برو ببینم، برو ببینم. خوبه، فیکس شد 63 درصد. 63 درصد درست جواب دادن. حالا بریم با همدیگه نگاه کنیم. گفته کجا نوع جمع با بقیه گزینه‌ها متفاوته. من میرم سراغ جمع‌ها. اینجا من مؤمنین رو دارم، ببینم جمع چی داریم. اینجا مساکین رو دارم، اینجا طلاب رو دارم، اینجا جالسین رو دارم و اینجا مسلمین رو دارم. خب مؤمنین سالم، مساکین مکسر، طلاب مکسر. بعضی تو همینجا که رسیدن سری گزینه کنن انتخاب میکنن. عزیز من برنده اون کسی که تو ته گزینه ها رو میخونه. جالسین سالمه و مسلمین هم سالمه. حالا من باید یه گزینه انتخاب کنم. نگاه میکنم میبینم در گزینه 1, 2, 3, و 4 من جمع سالم دارم، توی 2 فقط مکسر دارم و جواب گزینه 2 است. بسیار عالی. بریم سراغ تست 46. عین ما لیس فیه معین. ببین من صورت سوالم براتون میخوام. عین یعنی معین کن. ما آنچه را که لیس نیست در آن جمع سالم مؤنث. در کدام گزینه جمع مؤنث سالم نیست؟ لطفاً گزینه بزنید. لطفاً گزینه بزنید. بدو بابا. حالا خوب شد. ببین بهبود مداوم اینا 79 درصد الان درست جواب دادن. از 63 الان شد 83 درصد. وقتی میگم عربی اما میانگین عربی رو در کشور جا به جا میکنه، علکی نمیگم بهت.
الان 84% درست حل کردن، در صورتی که سوال قبلی بود 63%، الان شد 85%. بسیار عالی، بریم حلش کنیم. نشانه جمع مؤنث سالم چی بود؟ آت. بریم تو گزینه‌ها دنبال هر چی آته بگردیم. لطمات، جوالات، کرامات و الاسوات، همشون آت دارن. آتو برداریم ببینیم که چی باقی میمونه. این آتو که برمیدارم لطم باقی مونه، یه تیگرد اضافه میکنم میشه لطمه. پس این جمع سالمه. کرامات آتشو بردارم یه تیگرد اضافه کنم میشه کرامت، پس اینم چیه؟ سالمه. جوالات آتشو بردارم مثلا جوال باقی میمونه. و اما اسوات آتشو بردارم اسو باقی میمونه، پس اینم اینجا سالمه ها. اما اسوات اینجا جمع مکسره، پس جواب گزینه چند میشه؟ 4. مرسی از همه شما. حالا یه نکته فوق العاده خفن. آقا یه سوال میپرسم، تو رو خدا جواب بده، عمرن کسی بهت گفته باشه جوال یعنی چی؟ جوال یعنی چی؟ بگو ببینم. جوال یعنی موبایل. آقا جوال مذکر یا مؤنث؟ اینو به من بگو. بهت میگم ریز نکته یعنی اینا، وگرنه اونه که همه میگن تو دنبال این باشی. جوال مذکر یا مؤنث؟ الان همه اینو من جواب بدم ببینم. چرا بعضی ها میگن مؤنثه؟ چرا بعضی ها میگید مؤنثه؟ آقا جوال نشانه مؤنث داره؟ ته گرد داره؟ الف مقصوره داره؟ الف ممدوده داره؟ چیه؟ اعضای زوج بدنه؟ شهرها و کشوره؟ چیه؟ بابا جوال به قرآن مذکره، جوال مذکره. من از کجا تشخیصم؟ همین الان درس دادم. بازی دینجا دارن غلط حل میکنم. ببین به خدا اینا نیازمنده اینن که خوب یاد بگیرن کار. دارم به تلنگر میزنم. بعضی شما خیلی ادعاتون میشه که بلدید، یه سوال به این سادگی رو نصف بچه ها غلط جواب دادن. جوال مذکره، از کجا تشخیص دادم؟ همین الان مذکر مؤنث یاد دادم. نه نشانه مؤنث بودن داره، نه جزء اون سه دست اسمهای مؤنث بی نشانه است. پس چرا با آت جمع بسته شده؟ چرا با آت جمع بسته شده؟ آها، چیه با آت جمع بسته میشن؟ بچه بعضی اوقات، خیلی ممنونم، بعضی اوقات اسامی که غیر عاقل هستند. یعنی چی غیر عاقل؟ یعنی به غیر از انسان دلالت دارن، با آت جمع بسته میشن. جوال، جوالات. یکی از بچه اینجا گفت، حالا اطلاع داستانش فهم کنه. حیوان، حیوانات. یه چیز دیگه وجود داره، مصادر بیش از سه حرف با آت جمع بسته میشن. انتخاب، انتخاب 6 تا حرفه، جمع میشه انتخابات. اطلاع، اطلاعات. و هر کلمه‌ای که از زبان عربی، از غیر زبان عربی به زبان عربی وارد شده، باز با آت جمع بسته میشه. تلویزیون، تلویزیونات. تلفن، تلفنات. اسامی خانم ها هم آت با آت جمع بسته میشه. مریمات یعنی مریم ها. پس حواستون به این داستان باشه. یکی، حالا ما اینا رو، این چیزی که گفتم میگم فراتر از کتاب درسی بوده، اما دانش آموز تو میره تو دل تست، دانش آموز باهوشی باشه میگه آقا ببخشید این جوال مذکره، الفش هم جا گذاشتم اینجا، این جوال مذکره عزیز من، چرا با آت جمع بسته شده؟ علتش اینه که غیر عاقل، غیر عاقل. خب اینا دیگه جوالات جمع مؤنث سالمه دیگه، حله؟ بله بله بله. من اینجا می نویسم نکتشو، میگیم جوال مذکر است، اما چون، بذار اینو پاک کنم، اما چون غیر عاقل است، غیر عاقل یعنی غیر انسان، با آت جمع شده. با چی جمع شده بچه‌ها؟ با آت. 46. این مالای سفیهی جمع سالم للمؤنث.
میگه معین کن آنچه را. ببین یه چیزی دیگه بهتون بگم. ببین خیلی های شما خب این خیلی طبیعیه ها. یه مقاله میخوندم خیلی کارگاهی برگزار کرده بودم برای معلم ها به نام معلم پر مخاطب خب. بعد یه مقاله خارجی میخوندم خیلی جالب بود، میگفت که اگر شما به عنوان یه معلم یه چیزی رو بیش از 3 بار توضیح میدی گوش کنید خیلی قشنگ، اصلا واقعا دنیای معلمی منو عوض کرد این جمله. میگم اگه شما یه چیزی رو چندین بار به دانش آموز توضیح میدی و اون دانش آموز نمیفهمه، این یعنی این نیست که اون خنگه، این یعنی اینکه اون داره از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه میکنه. عجب نکته‌ای بود این داستان. من همه تلاشم اینه که بچه‌ها سر کلاس همه چی رو بفهمن. با این حال چون معمولاً دو بار تکرار میکنم، با این حال اگر کسی در بین شما اینجا چیزی گفتم که نفهمید همون لحظه یادداشت کنه، بعداً تو اون شماره واتساپ از من میپرسه و من بهش جواب. من اصلا یه عهدی با خودم بستم، گفتم امکان نداره کسی بیاد پیش من عربی یاد، همه باید بفهمن. گرفتی شد؟ شاید مسخره باشه ولی همه باید بفهمن، من هدفم اینه. پس نگران نباش اگه بازم اینجا یه چیزی گفتم تو نفهمیدی، یادداشتش کن، بعد کلاس از من بپرس. حالا فعلا تو دایرکت میتونید از من بپرسید، بعد که کلاس ها رسمی شد شما میتونین چیکار کنین؟ توی اون شماره که بهتون میدم شخصا از من بپرسید. سال 46 حل کنید. این یکی 46. این مالای سفیه جمع سالم رو مهندس. کدوم توش جمع مهندس سالم نیست؟ برو ببینم. میریم محمد جان. سب کن کجای کاری؟ میدیم کم کم تو دل من حرفه یا بعضی بچه ها میگن صدا میزونید مال از خودشونه، درسته؟ آره دیگه نت ضعیف میشه اینجوریه. علی رضا میگه کلات کو، من بارها گفتم در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست. گفتم جلسه اول شیک و تره تمیز و مرتب بیام، دی از جلسه بعد کلا و تیرپ چیز رو اوکی میکنه آقا. آره خب یاد روز اول دانشگاه گفتم، دانشگاه تهران قبول شدم، دانشگاه رفتم کیف تیپ رسمی رفتیم و روز اول یک کیف سامسونت یه تیپ رسمی مو فرقه وقل مو داشتیم، البته همه فکر ما از اول کچل بودیم. هفته بعد پیرن منچستر سندل شوال شیش چیپ، یعنی آره اینطوری اولش همیشه مؤدب و اینا میایم و بعدش دیدن. خب بریم سراغ چی بچه‌ها؟ یکی از بچه‌ها میگه که از این مواد که امروز درس می‌خونم چند تا توی کنکور سوال میاد. یه تست مستقیم کنکور ما از جمع مکسر و جمعای مؤنث و اینها داریم. بحث جمع مستقیم ها این خودش میدونی که یه تست برای رشته ریاضی تجربی 2300-400 تا رتبه رو افزایش میده. تو رشته ریاضی و انسانی 1300-400 تا. این عدد از کجا اومده؟ تعداد داوطلبان رو تقسیم بر تعداد سوالات دفترچه بکنید، نشون میده که سهم هر سوال چند هزار داوطلب هست. یه مسئله. مسئله بعدی، علاوه بر اینکه مستقیما از این سوال میاد، در تحلیل صرفی، در تحلیل صرفی هم از اونها سوال میاد. بریم سراغ 46 حل کنید ببینم. لامصبه ما رو چیز نکنین، هی ما رو به بیراهه نکشین. بدو مخلصم محمد جان، بدو آقا خوبی از خودتونه. میگه جزو تألیف خودتونه؟ نه نه، تألیف ابوالقاسم فردوسیه، تألیف خودمه. دیگه یعنی چی؟ سال 46 حل کن. بدو گزینه بزنید. آ گزینه در کدام گزینه جمع مؤنث سالم نیست؟ 79% تا الان درست حل کردن. به خدا باید بیشتر از اینا باشه، به خدا باید بیشتر از اینا باشه. گزینه بزنید بچه ها، ریفرش کنید گزینه بزنید. ها ماشاءالله بدو 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 رسید به 80. میگه ادمین ریفرش نکرده، خودتون بزنید درست میشه، نیازی به ریفرش نیست بچه ها. گزینه ها نیازی به ریفرش نیست، خودتون بزنید عوض میشه. بزنید الان گزینه رو بزنید. مرسی. رو همین 80 مونده. 80% عالیه، عالیه. همین که 80% درست دادیم. جمع مؤنث سالم نشونش آته. دوباره میریم سراغ آت. صفات، ریالات، کرات، اموات. من اگر که در گزینه یک صفات آت رو بردارم یه تگرد بهش اضافه کنم میشه صفت و این جمع سالمه. کرات آتش رو بردارم یه تیگرد اضافه کنم میشه کره.
اینم جمع سالمه. ریالات آتش رو بردارم که ریال باقی میمونه. ریال بچه جزء همون کلمه های غیر عربیه که وارد عربی شده و با آت جمع بسته میشه. اموات آتش رو برمیدارم امو باقی میمونه. آقا این جمع مکسر. اموات مفردش میته یا میت. جواب گزینه 4. آقا اینجا رو نکن. تو رو خدا این سوال جواب بده. الان این سوال اینجا گفته کدوم توش جمع مؤنث سالم هست یا نیست؟ بگو. آره آفرین علیرضا خوبان. همه جواب بدین. اینجا گفته توش جمع سالم هست یا نیست؟ منتظر جوابم. آفرین آفرین. هست. یه دم گفتن نیست. اگه زیر ما توی صورت سوال خط بکشه یعنی نیست. اگه زیرش خط نکشه یعنی هست. گفته مشخص کن اون چیزی که توش جمع مؤنث سالم هست. جواب 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 جواب. بدو بدو. ماشاءالله 83% درست. 84% داری خوشحالم میکنی. بله بچه راجع به کتاب ها صحبت میکنم. تو رو خود حواستون فقط به درس باشه. به خود اصلا نری تو فاز این که حالا کتاب چیکار کنم اون چیکار سطح میزنم نمیزنم. سی سوالت اینجوری میبینم. الان حواست به درس باشه دیگه. همه رو جواب میده. کلاس امروز که تکرار نمیشه. آفلاینش هست میتونی آفلاینش رو ببینی. مرسی مرسی. بریم هم ناکنیم. اینجا اسوات رو داریم، اینجا اوقات رو داریم، اینجا ابیات رو داریم و اینجا ادارات رو داریم. من آت اینو برمیدارم میشه اسو. این مکسر. اوقات آت میشه اوق. اینم مکسر. ابیات اون رو برمی میشه ابی. اینم مکسر. مکسر اینا جمع بیت دیگه. اما ادارات آتو برمی دارم یه تگرد اضافه میکنم میشه اداره. پس این چیه؟ جمع مؤنث سالمه. جمع مؤنث سالم. خب اینم از این بابت. وای 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 وای. رسیدیم به مبحث خفن. اما قبل از اینکه بریم آن رسیدم وبسایتمه. تو وبسایتمون یه بخش اسم به نام تدریس رایگان مخصوص بچه هایی که دنبال این هستن که متن کتاب رو خونده باشیم، تأمین ها رو حل کرده باشیم، حالت حل المسائلی میتونی توی وبسایت برید و رایگان ببینید. این هم یکی از امارتاجوش دریاست. امارتاجوش دریاست. خب بریم سراغ نکته بعد. باز دیسته از بچه ها دیون سوالی غیر درسی فلان جواب نمیدم دیگه. اونا رو بعدن بیاید با هم دیگه با یه سوال فارسی شروع کنیم. بچه ها اوج درس امروز از الان شروع میشه. اوکی؟ میخوام تو این 45 دقیقه حواستون خیلی جمع باشه و قال قضیه مهمترین قسمت عربی رو بکنیم. خیلی ها فکر میکنن که خیلی این قسمت رو بلدن ولی واقعا اینجا پاشنه آشیل تمام کنکوری هست چون هیچ کس روی مباحث کار نمی کن. خدمتتون عرض کنم که میشه فعل رفتن را برای 6 ضمیر زبان فارسی در گذشته صرف کنید. بدو ببینم. بگید ببینم. مرسی مرسی مرسی. میگه رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند. حله آقا هر 6 تا فعلی که اینجا هستن، هر 6 تا فعلی که اینجا هستن مگه از فعل رفتن نیستن؟ مگه در زمان گذشته نیستن؟ چرا قیافه اینا با هم فرق میکنه؟ چرا رفتن با رفتی فرق میکنه؟ رفتیم با رفتید فرق میکنه؟ مرسی. آره آفرین. اینا شناسهشون فرق میکنه، اینا زمینشون فرق میکنه. این من رفتم، این تو رفتی، این او رفت، این ما، این شما، این آنها یا ایشان. به این چیزایی که با قرمز اینجا نوشتم در فارسی میگن ضمیر. در عربی هم ضمیر داریم، در همه زبانها ضمیر داریم. در عربی به ضمایر صیغه هم میگن، یادتون باشه صیغه هم میگن. اما ما در فارسی 6 ضمیر داریم، اما در عربی 14 ضمیر. چی باعث میشه که 6 تا ضمیر فارسی در عربی بشه 14 تا؟ دو تا المان.
دو تا چیز باعث میشه که 6 تا ضمیر فارسی بشه 14 تا. میشه بگی چی هست؟ مرسی. بله خیلیتون دارید میگید یکیش مذکر و مؤنثه. بله. یه چیز دیگه هم هست. مرسی. بعضیتون دارید میگید مثنی. بعد شما در عربی بر حسب اینکه این فرد مذکر یا مؤنث باشه خب ما ضمیر متفاوتی رو به کار میبریم. تو اگه مرد باشی میخوام الان سوال بپرسم، فی انگلیش بنویسید باشه که بردار انگلیسی کنین. توی فارسی تو اگه مرد باشی یا زن باشی، دختر باشی یا پسر باشی میگم تو. اما تو عربی اگه تو پسر باشی میگم چی؟ همه جواب تویه. تویه پسر. بال حاجی یکی زدی یو. عربی دارم میگم، لام اصف فینگلیش گفتم. فینگلیش یعنی کیبورد و انگلیسی کن. آها انت. مرسی. انت. و اگه تو مؤنث باشی میشه چی؟ بگو. اگه تو مؤنث باشی میشه چی؟ میشه انت. آفرین. یا انتی. به انت انتی هم میگن. ما تو فارسی میگیم او، چه مرد باشه چه زن باشه. اما تو عربی اگه مرد باشه میگم هو و اگه زن باشه میگم هیه. این یک نکته. بعدی ما در فارسی برای دو نفر ضمیر خاصی نداریم. چون تو چه دو نفر باشی چه هزاران نفر باشی من میگم شما. اما شما به من بگید در عربی اگه شما دو نفر باشید باید چی بگم من؟ ها؟ چی باید بگم؟ اگر شما دو نفر باشید میگم انتوما، و اگر شما بیش از دو نفر باشید میگم انتوم اگه مذکر بودید و انتون اگر مؤنث بودید. این باعث میشه تعداد صیغه ها و ضمیرها افزایش پیدا کنه. لطف کنید اینجا رو ببینید. اینجا رو دیگه خیلی آروم میخوام بگم که حواسا خیلی خوب جمع باشه. این اگه به من بگن مهمترین بخش عربی کجاست میگم اینجا. بعضی از بچه ها گفتن هاتان. بچه هاتان اسمای اشاره است. هاتان یعنی این دو. ربطی به ضمیر نداره. باشه؟ خیلی مخلصم. خدمتتون عرض کنم که آقای محمد مهدی پاکدل اصلا نگران هیچی نباش. اگه اومدی کلاس ما بسپار به ما بیا با ما جلو. باشه؟ هیچ کن لذتشو ببر، حالشو ببر. سودا سینا هم همه رو میگه. آقا اینجا ضمیرها و اون 14 تا صیغه عربی رو تقسیم بندی کردیم به سه گروه: غائب، مخاطب، متکلم. میخوام اولین سوتیتون رو بگیرم ها. اولین سوتی رو میخوام بگیرم. آره یکی داشون میشه. صیغه رو تقسیم بندی میکنیم به غائب، مخاطب و متکلم. عزیز من وقتی من با شما دارم راجب مثلا علی صحبت میکنم، من با شما دارم راجب علی صحبت میکنم، غایب کیه؟ همه جواب بدیم ببینم. همه جواب بدیم. من با شما دارم راجب علی صحبت میکنم، غایب کیه؟ غایب میشه علی. مخاطب کیه؟ مخاطب کیه بگین؟ بله شما میشید مخاطب و من میشم متکلم. پس وقتی من با شما دارم راجع به علی صحبت میکنم، علی غائبه، شما مخاطبی، من متکلمم. حالا سوالمو جواب بدید. فکر کنید همه ما این صحنه رو تجسم کنید. همه ما توی سالن خیلی بزرگ نشستیم. علی هم ردیف اول سالن همایش نشسته و من به شما میگم بچه‌ها علی که اینهاش اینجا نشسته ردیف اول، یکی از خفنای کنکور ایرانه. الان تو این حالت غایب داریم یا نداریم؟ اینو جواب بده. در این حالت غایب داریم یا نداریم؟ آها به قرآن همه تون دارید میگید نداریم. بچه یادتون باشه غایب داریم. بچه غایبی که اینجا هست منظورش حاضر غایب نیست. اینجا منظورش سوم شخصه. منظورش عزیز من سوم شخصه. پس اینجا من می‌نویسم سوم شخص. سوم
شخص. مخاطب یعنی دوم شخص و متکلم یعنی اول شخص. این جمله که میگم به یادگار داشته باش، من راجع به هر چیزی که صحبت میکنم، یا تو راجع به هر چیزی که صحبت میکنی، چه این چیز اینجا باشه چه نباشه، اون چیز غائب. الان من با شما، من با شما دارم راجع به این لیوان چای صحبت میکنم، یا با این چای خنک شده. الان غائب کدومه؟ الان غائب کدومه؟ آها ماشاءالله، الان غائب چاییه. ربطی به حاضر غائب ندارم، راجع به چای صحبت میکنم. همه یاد گرفتیم. پس وقتی من دارم راجع به یه چیزی صحبت میکنم، اون یه چیز غائبه. میگم آقا عجب چاییه، چای خنک شده، چای الان غائبه، دارم راجع بهش صحبت میکنم. تو مخاطبی. ای دانش آموز، دختر، پسر، این چایی خونه که دارم با تو مخاطبی و من متکلمم. حله؟ نکته بعدی این ضمیرها رو باید به این ترتیب حفظ کنی. هو، هما، هم، هی، هما، هن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتون، انا، نحن، حیوان، هو، هما، هم، هی، هما، هن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتون. سروش جان میبینیم، سروش بربت عزیز میبینیم. آره، پس همه حواسا جمع باشه. این متلکم هم نوشته، متکلم، همه متوجه میشن، متفرق، چون تو جیبای ما چند تا مورد دست. متکلم نه، متکلم، متلکم نه. خب پس اینم از این بابت، هر کدوم از اینا یه معنی دارن. او، آن دو، آنها، او، آن دو، آنها و الاخر. قبل از اینکه بریم ادامه داستان، میخوام قاعده کف دست چپ بهتون یاد بدم. خوب نگاه کنید بابا جان، این کف دست چپ ماست داره 14 بند انگشته. البته کسایی که سندروم دان دارن و عقب افتاده هستن، این انگشت کوچیکشون 2 تا بند انگشت داره. اوکی حاجی، خدا وکیلی کی الان بند انگشتش رو نگاه کرد؟ الان بند انگشتش کی نگاه کرد؟ به من بگید، مرد باشو بگو. واسه چی نگاه میکنی؟ حاجی 25 ساله دارم درس میدم، هر وقت اینو میگم یه انگشتش رو نگاه میکنه، مثلا فکر میکنی عقب افتاده. اینه نکنه من عقب افتاده باشم. نگاه کن چقدر آدم انگشت رو نگاه کردن. چرا واقعا؟ تویی که نمیدونی الان سالمی یا سندروم دانی، دیگه من چه توقعی از دارم؟ صدم میخوای بزنی؟ آره آفرین، خوبه، ایوان ام نداره. بریم آقا، بریم. 14 تا بند انگ... آقا من سالمم و این 3 تا بند انگشت دارم. اوکی، 3 تا بند، هر کدوم از انگشت 3 تا بند انگشت داره. ما این دوتا رو میگیریم غایب، این دوتا رو میگیریم مخاطب، اینو میگیریم متکلم. در زبان عربی هم یادمون باشه، در زبان عربی مذکرها مقدم، پس این میشه مذکر، مؤنث، مذکر، مؤنث، مذکر و مؤنث. رو همه اینا این ضمیرها رو ما میتونیم حفظ باشیم. هو و هما، هم، هی، هما، هن، انت، انتم، انتم، انت، انتم، انتون، انا و نحنو. این یادتون باشه میتونید رو پیاده بکنید. مثلا وقتی به شما میگن ضمیر، خوب گوش کن، مثنای مؤنث مخاطب چیه؟ ضمیر مثنای مؤنث مخاطب. اول اگه میگیم مخاطبه، پس این دو تا بند انگشته، مذکر بود یا مؤنث؟ مؤنث بود. مفرد مثنا یا جمع مثنا بود؟ اینجاست. اینجا کدوم ضمیره؟ هو و هما، هم، هی، هما، هن، انت، انتما، انتم، انت، انتما. پس یاد باش. پس این صیغه رو داریم، هر کدوم از اینا یه فعل ماضی دارن، یه فعل مضارع. حالا بریم سراغ فعل های مضارع. آماده ای؟ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، برو. فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلته، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، برو. فعلنا فعل مضارع. یفعلو، یفعلانه، یفعلون. تفعلو، تفعلانه، یفعلن. تفعلو، تفعلانه، تفعلون. تفعلین، تفعلانه، تفعلن. افعلو، نفعلو. حالا بعضی از بچه ها اینو یه جور دیگه حفظ کردن، چون کتاب درسی گفته از من تو او بریم، گفت اول انا رو حفظ کن، تو، انت، انت،
هوهیه خیلی مهم نیست. مهم اینه که چی مهمه؟ مهم اینه که وقتی من به تو بگم ببخشید هونه فعل ماضیش چیه؟ بگی فعل نه. بگم مضارعش چیه؟ میگی یفعل. اگه تو این مرحله هستی و میتونی تشخیص بدی که یه ضمیر فعل ماضی و مضارعش چیه، اصلا نیاز به تغییر روش نیست. یه وقتی بهت میگم آقا تفعلون مال کدوم ضمیره، تو بگی تفعلون مال انتومه. خب اونایی هم که اینو بلد نیستن باید چیکار کنن؟ همون قاعده کف دست چپ نکنین حفظ دیگه، همه تا اینجا رو نکنید. من میگم هو و هم و هم هی و هم و هن انت انتم انتم انت انتم انت انا و انا فعل 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 فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلت ما فعلتم فعلت فعلت ما فعلتون فعلت فعلنا یفعل یفعلانی یفعلون تفعل تفعلانی یفعلن و الی آخر. وقتی به تو میگم که آقا مثلا بگم انت، بهت میگم آقا انت فعل ماضی و مضارعش چیه؟ میگه هو و هما هم یا هما هن انت انتم انتم انت اینجاست. فعل ماضیش چیه؟ فعل فعل فعلو فعلت فعلت فعلن فعلت فعلتم فعلتم فعلت. مضارعش چیه؟ یفعل یفعلن یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین. همین. اگه اینو بلد باشی که خیلی عالیه. آره با تمرین زیاد بایستی چیکار کنیم؟ حل کنیم. الان دقت کی میکنم شک دارم که عده دارن اینجوری میکنن دارن ذکر میگن الحمدلله الحمدلله. همین شد؟ اینو یاد باشه. آره. بریم نور تخت چشم آقا. به قرآن دیگه آقا نور تخته بکش. چشم. بریم کلاس نقاشی. کلاس نقاشی. خب. ببینیم یه دست براتون بکشیم. اوکی؟ شستش خیلی کلوب شد. اب نداره. خب. میگیم کفه دست چپ، اوکی، 14 تا بند انگشت داره. این آقا مهد کودک امارتاژش رو حالش رو بر. اینا غائبن، این دوتا مخاطبن و این شسته متکلمه. اوکی، بعد گفتم چی داریم اینجا؟ به ترتیب مذکر، مؤنث، مذکر، مؤنث، مذکر و مؤنث. همینطور ضمیرها رو اینا داریم. هو، هما، هم، هی، هما، هن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتون، انا، نحنو. همونطور فعل ماضی رو دارید. دیگه همشو نمی‌نویسم، سه تاشو می‌نویسم. فعل، فعلا، فعلو الی آخر. همونطور فعل مضارع رو دارم. یفعلو، یفعلانه، یفعلون و الی آخر. اینم در واقع روش چی میگن؟ نقاشیش رو حله؟ اینم برات رنگامیزی کنم که حال کنید. نه خیلی بیریخ شد برش، رنگامیزی نمی کنم. بیا خب اینم از این بابت زده شستش نتره، این شستش لا درگیر کرده، باد کرده. خب بریم سراغ ادامه داستان. بچه گوش کنیم، همین چیز خیلی مهم بهتون بگم. این نام صیغه تو عربی خیلی اهمیت داره و من با اون کدایی که بهتون یاد دادم راحت میتونید نام صیغه رو بفهمید چیه. اینجا را کن. للغائب، للغائب، خودش داره میگه غائبه، غائبه، مذکره و مفرده، میشه هو. للغائبینی خودت بگو ا داره، ا داره مثنث یا جمعه؟ مثنث یا جمعه بگو. مثنث پس میشه چی؟ هما. للغائبین ا داره، ا داره چیه؟ جمعه یا مثنث؟ جمعه، پس میشه چی؟ هم. للغائبت ت داره، مؤنثات دارن، مؤنثات دارن. این ت که داره خب تو میفهمی که مفرد مؤنث غائب یعنی هیه.
لیل غایبت تعینه، یعنی هم مؤنثه هم مثنیه، چون هم تیه داره هم اه. لیل غایبات هم که آت جمع چیه بچه ها؟ جمع مؤنثه دیگه. شما من بگویم لیل مخاطب کدوم زمیره؟ او و همه هم هیه همه هم نه انتن تو من تو من تن تو من تو نه انا و نهنو. لیل مخاطبات کدوم زمیره؟ بگو مرسی انت. للمخاطبینی ای گرفته چند تا شده؟ دوتا. للمخاطبینه کدوم زمیره؟ اینو تو بگو ببینم. للمخاطبینه کدوم زمیره؟ آها جمعه میشه چی؟ انتم. مرسی بچه. للمخاطبات کدوم زمیره؟ للمخاطبات مخاطبه جمع مؤنث هم هست میشه انتون. نه مرسی. یادون باشه به انا میگم متکلم وحده و به نحنو میشه متکلم مع الغیر. متکلم وحده یعنی به تنهایی صحبت میکنه، مع الغیر یعنی با کسی دیگه ای صحبت میکنه. اما بریم سراغ اصل داستان و یک نکته فوق العاده مهم. بچه ها میشه بهم بگید شما از کجا تشخیص میدی یه فعل مضارعه؟ میشه بگی شما از کجا تشخیص میدی یک فعل مضارعه؟ این خیلی مهمه. یعنی این مضارع نشانش چیه؟ آها آفرین 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 بچه ها مرسی. فعل مضارع در ابتدای خودش یه سری حروف داره به نام حروف مضارع، درسته؟ این حروف مضارع چی هست؟ اتینه یا تینا؟ آقا نها کن اینجا رو میگیم فعل مضارع، فعل مضارع دو تا ویژگی داره. یک، در ابتدای خودش حروف مضارع داره. حروف مضارع اتینه بچه ها یا تینا، یعنی ت و ی و نون و الف یا همزه. میخوام یه نکته فوق خفن از این حروف مضارع بگم. لطفا بیایید همگی فعل‌های حروف مضارع رو در ابتدای فعل مضارع ببینیم. همه با من همراه باشید. غایبه رو داشته باش. یه 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 ت ت یه بگو. یه 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 ت ت یه مخاطبا رو داشته باش. ت ت ت ت ت ت انا اولش ا داره، افعلام اولش ا داره، نحنو اولش نون داره، نفعلام اولش نون داره. اگه خیلی مردی جواب سوال منو بده. من اگه یه روز یه فعل مضارعی دیدم، من اگه یه روز یه فعل مضارعی دیدم که بچه‌ها اولش یه بود، چی میفهمم؟ چی میفهمم؟ بگو ببینم. آها آها آها، اگر من یه روزی فعل مضارع که اولش یه بود 100% غائبه. 100% غائبه. بچه ها اگه ت بود 100% چیه؟ بگید ببینم. اگه فعل مضارع اولش ت بود چیه؟ آها ت به درد نمیخوره. همه مخاطبا ت دارن. خب دو تا از غایبام تدم، پس ته به درد نمیخوره. اگه یه فعل مضارعی هم که اولش ا بود حتما مال انه. اگه یه فعل مضارع اولش نون بود حتما مال نحنوه. بریم این نکته رو یادداشت کنیم. بریم نکته رو یادداشت کنیم. بذار اینا رو پاک کنم. بذار اینا رو یادداشت کو پاک کنم و این نکته خیلی باحال راجبه اینا به چه درد میخوره؟ تو تحلیل صرفی، تو ترجمه، تو همه چی، تو همه چی. میگه اگر حرف مضارعه، اگر حرف مضارعه، اوکی، چهار حالت بیر، ایکی، اوچ، دورت، آقا جان یه باشد، دومن ته باشد، همزه باشد و نه باشد، نون باشد. اگر حرف مضارع یه باشه چی بود؟ ته بود. چی بود؟ اگر حرف مضارع یه باشد 100% غائب. اگه ته باشد غائب یا مخاطبه. اگه ا باشد 100% مال انه و اگه نون باشد 100% مال نحنوه. اما سوالم از شما اینه، بهم بگید ببینم این فعل ماضی یا مضارعه؟ این فعل ماضی یا مضارعه؟ برو ببینم، برو ببینم. برای همه چی صادقه، برای همه چی صادقه. ای بابا زدم رفت.
برای همه چیز صدقه. بگید ببینم این فعلی که اینجا نوشتم ماضی یا مضارعه؟ بچه یه دید دارم میگم مضارع. بذار اینجوری بهتر اینجوری بگیم. مثلا اونایی که میگن ماضیه گزینه یک رو بزنن، اونایی که میگن مضارعه گزینه دو رو بزنن. گزینه بزنید درصد ببینیم. اینایی که میگن ماضیه گزینه یک، اینایی که میگن مضارعه گزینه دو. گزینه بزنید بچه ها، گزینه. همه لطفا گزینه بزنید. اینایی که میگن ماضیه گزینه یک، اونایی که میگن مضارعه گزینه دو. یه ده گزینه سه زده. خب بچه ها خیلی جالب گوشون، 65 درصد گفتن ماضیه. خب الان شد 64، 64 درصد گفتن ماضیه و 36 درصد گفتن مضارعه. یعنی 36 درصد اشتباه کردن بچه ها. این فلفل ماضیه، تفعل مضارعش میشه یتفعل. آقا میگم آفرین، داشتن حروف مضارعه در ابتدای فعل خیلی نشانه خوبی نیست. اصلا کاری ندارم ثلاثی مزید هست یا نیست، کاری ندارم کدوم باب، اصلا من راجع بابها صحبت نمی کنم. من هدفم اینه که تو فعل رو ببینی تشخیص بدی ماضی یا مضارعه. مهمترین ویژگی فعل مضارعه که اتفاقا از رو اون ما تشخیص میدیم فعل مضارعه یا نه اینه، لطفا گوش کنید، اوج داستان اینجاست. فعل مضارعه همواره مرفوع است. بچه مرفوع بودن یونیفرم و لباس فعل مضارعه. دیدین هواپیمایی ها یه یونیفرمی دارن؟ من از روی شکل لباس این هواپیمایی ها میتونم بفهمم که کدومشون کدوم مال کدوم هواپیمایی، این مهمانداری که اون لباس رو پوشیده. مرفوع بودن یونیفرم فعل مضارعه. حالا این چه شکلیه؟ میگم به سه روش. خوب اینجا رو گوش کنید. فعل مضارعه به سه روش مرفوعه. یک، یا با ضمه مرفوعه، یعنی با او در صیغه های 1, 4, 7, 13 و 14، یا با نون اعراب مرفوعه، یا بهش بچه ها نون عوض رفع هم میگن در صیغه های 2, 3, 5, 8, 9, 10 و 11، یا بدون نشانه هستن در صیغه های 6 و 12. هیچ کدوم این از این عددا رو نمیخواد حفظ کنید. اصلا نگران نباشید، اصلا نگران نباشید، هیچ چی نمیخواد حفظ کنی. میگم داشته باش، انقدر با حاله که نگو. آقا مضارع آخرش یا اوه یا نون، یا چیه یا چی، یا اوه یا نون، همه با هم مضارع آخرش چیه؟ یا اوه یا نون. داشته باش، او نون نون او نون نون او نون 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 او او. فعل مضارع آخرش یا او یا نون بچه، اگر آخر فعل مضارع او باشه، آقا من فعل مضارع رو نگاه میکنم، اگر او باشه اون او یا ضمه نشانه مرفوع بودنه. تو صیغه 1 این شکلیه، توی صیغه 4 این شکلیه، تو صیغه 7 این شکلیه، تو 13 و 14 این شکلیه. فعل مضارعی که او نداره آخرش نون داره. نون توی 6 و 12 یعنی جمع های مؤنث، یعنی یفعلن و تفعلن. خوب گوش کن، نون توی یفعلن و تفعلن آقا جان ضمیره، شناسه فعله. این نون توی 6 و 12، این نونی که الان دارم زردش میکنم، این نون ضمیره و 6 و 12 نشانه مرفوع بودن ندارن. اما بقیه این نونه ای که آبی هن و من اونا رو پاک نکردم، نونی هن که عوض مرفوع بودن اومدن و بهشون میگن نون عوض رفع، بهشون میگن نون عوض رفع. نونیه که عوض مرفوع بودن اومده، تموم شد. من از روی اینجا میفهمم فعل مضارع هست یا نیست. حالا مهمترین مسئله فعل مضارع رو یاد گرفتم، مرفوع بودن. لطف کنید به سوالات من پاسخ بدید، لطف کنید. فعل مضارع به چند روش مرفوعه؟ لطفاً عدد بگو. 1, 2 یا 3؟ سری سری فعل مضارع به چند روش مرفوعه؟ به 3 روش. 1 با او یا ضمه، 2 با نون عوض رفع، 3 بدون نشانه. بریم سراغ سوال بعدی. به انگلیسی تایپ کنید. فعل مضارع آخرش یا چیه یا چی؟ همه با هم. فعل مضارع آخرش یا چیه یا چی؟ ها ماشاءالله. یا اوه یا نون، یا چیه یا چی، یا اوه یا نون. اگه فعل مضارع آخرش او باشه
اون او یا ذمه نشانه مرفوع بودنشه. بچه ها اگه آخر فعل مضارع او نباشه آخر فعل مضارع نونه، اون نون در آخر فعل مضارع نشانه مرفوع بودنه، بهش میگن نون اعراب، بهش میگن نون عوض رفع. بجز چند و چند ها ماشالله، بجز 6 و 12. 6 و 12 چی بود؟ هنه و انتونه. مضارعش چی بود؟ یفعلنه و تفعلنه. اینا نونی که آخرشونه ضمیر اون فعل است، شناسه فعله. 6 و 12 نشانه مرفوع بودن ندارن. حله؟ مرسی. همه خوب یاد گرفتن. همه این چیزی هم که اینجا گفتم این پایین براتون نوشتم. در واقع فعل مضارع در آخر خود او یا نون دارد. حرف نو در سی، حرف نون در صيغه های جمع مؤنث یفعلن و تفعلن، یفعلن یعنی 6 و تفعلن یعنی 12 ضمیر هستند و در سایر صيغه نون به جای او آمده است و به آن نون اعراب یا نون عوض رفع میگویند. به 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 آقا حله. اینم از این، اینم از این. به 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 من مخلصم. بله بله پچی. همکنون در سراسر ایران عربی عمار برای همه. بریم سراغ یه مسئله فوق خفن دیگه، فعل امر. آه ببین تا آخر این صفحه که من درس بدم تا اینجا، خب به 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 کل هفتم هشتم نهمو درس دادم. میخوام تا آخر اینجا درس بدم. من مخلص همه تونم فدای من. هرچی اینجا کلی دارین به من لطف میکنین، هی از من تعریف میکنین، من همه این انرژی رو از شما میگیرم، همه انرژی از شما میگیرم. خودتون گلید و این باعث میشه که من خیلی حال کنم و انرژی براتون بذارم. بریم سراغ فعل امر. بچه خوب گوش کنید، خوب گوش کنید، میخوایم دیگه سریع جمع جورش کنیم. فعل امر، فعل امر در زبان فارسی همون فعل دستوریه، بنویس، برو، بخور و الی آخر. ما برای اینکه تشخیص بدیم یه فعلی امر هست یا نیست، برای اینکه در واقع بسازیم فعل امر رو، تو کتاب درسی به ما یاد نداده، باید اول از همه بدونیم که در عربی ما دو فعل امر داریم. یه فعل امر حاضر داریم، یه امر بلام داریم. امر حاضر مال مخاطباست، امر بلام مال غایب ها و متکلم هاست. پس اگه یه روزی من خواستم فعل امر بسازم، در اولین گام و اولین مرحله باید تشخیص بدم که این غایب مخاطب یا متکلمه. ببین چقدر مهمن. اگه مخاطب بود باید امر حاضر بسازم، اگر که غایب بود باید امر بلام بسازم. بریم با هم امر حاضر رو ببینیم چقدر باحال ساخته میشه. میگه 1، مضارع رو می‌نویسی تک توبو. 2، حرف مضارع رو، حرف مضارع حذف می‌کنی. یعنی من میام اینجا این ت رو اینجا حذف می‌کنم. بچه‌ها میشه چی؟ میشه کتبو. کتبو. کتبو من نمی‌تونم تلفظش کنم. چرا؟ چون ساکنه عزیز من. در عربی مثل فارسی هیچ کلمه‌ای با ساکن شروع نمیشه. تو فارسی ناکن هر چی حرف و کلمه هر چی میگیم یه حرکتی داره. تو انگلیسی ولی اینطوری نیست. تو انگلیسی ما میگیم start. Start. این اسی که اونجا هست میگن صامت، یعنی حرکت نداره. اما تو عربی اینطوری نیست. تو عربی هیچ کلمه با ساکن شروع نمیشه. پس حواستون باشه اینجاش خیلی مهمه. مرحله سه ببین چی میگه. میگه اگر حرف بعد از حرف مضارعه ساکن بود، به ابتدای فعل یه همزه اضافه میکنیم. چرا این کارو میکنیم بچه‌ها؟ به ابتدای فعل یه همزه اضافه میکنیم که بتونیم به اون همزه حرکت بدیم. ناگهان اینجا رو، این چون ساکن بود من اول فعل یه همزه گذاشتم که چی بشه؟ که به این همزه بتونم یه حرکت بدم، بتونم فعلو بخونم. خب به این همزه چه حرکتی بدم؟ میگم به عین الفعل ربط داره. اگر عین الفعل ا یا ا باشه حرکت همزه میشه ا، اگر عین الفعل او باشه حرکت همزه میشه او. عین الفعل ا یا ا باشه، عین الفعل چیه؟ عین الفعل یعنی دومین حرف اصلی. بچه یه فعل از سه حرف تشکیل شده دیگه. فعل
اولیشو میگن فاعل فعل، دومی میگن علم فعل، سوم میگن لام الفعل. من یه نگاهی به این فعل میندازم میبینم صرف اصلیش کتبه هست، ت میشه علم الفعلش، علم الفعلش او داره، پس حرکت همزه میشه او، میشه اکتوبو، در نهایت فعلو مجزوم یا ساکن میکنه میشه اکتوب. اکتوب یعنی بنویس. نمیخوام الان من سوال بپرسم، کاغذ قلم بردار، نمیخوام ذهنی حل کنی ها، میخوام هر چی اینجا یاد دادم استفاده کنی. دو تا فعل می نویسم، لطفا امر اینا رو بسازید. فعل اول هست تعلمو، فعل دوم هست تو علمو. بدو امر این چی میشه؟ امر این چی میشه؟ بدو اولی فینگلیش هم بنویسید میخواید، اصلا عطف فینگلیش هم بنویسید اوکیه. بدو بدو ببینم امر اینا رو بگو چی میشه. تعلمو و تعلمو امرش چی میشه؟ بدو مرسی، مرسی از همگی. ها باریکلا، مرسی. خوب نگاه کنید بچه، همگی لطفا به من نگاه. من گفتم برای اینکه فعل امر بسازی اول میای حرف مضارع رو حذف میکنی. من اینجا میام اینتر رو، من اینجا میام اینتر رو حذف میکنم، درسته؟ به حرف بعدی نگاه میکنم، اگر ساکن بود به ابتدای فعل یه همزه اضافه میکنم، اگر ساکن نبود به اول فعل همزه اضافه نمیکنم، فعل رو مینویسم و آخرش رو ساکن میکنم، میشه چی؟ علم. اما اینجا که ساکنه باید همزه بذارم، حرکت همزه رو کی تعیین میکنه؟ عین الفعل، یعنی دومین حرف اصلی. صرف اصلی از علم، ل حرکتش ا، اگه عین الفعل ا باشه حرکت همزه میشه ا و در نهایت فعل رو مجزوم میکنم میشه اعلم. حالا فهمیدیم چرا بعضی از فعل های امر در ابتدای خودشون همزه دارن بعضی همزه ندارن. شما به من بگید بچه، شما بگید کدام فعل در امر نیازمند همزه است؟ میشه بگین کدام فعل در امر نیازمند همزه است؟ بگید. آها اولش ساکن باشه. نه 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 نه، حرف چندمش ساکن باشه. بشمار حرف چندمش ساکن باشه. آها دومین حرف، میگیم نکته، میگیم نکته. فعلی در امر نیازمند همزه است که حرف دوم آن ساکن باشد، وگرنه. شاید خیلی شما اینو حفظ بودید، فکر میکنید تو بابها این شکلیه. آره تو بابها این شکلیه، ولی قانونش این بود. یاد باشه تو کنکور تو سوالی رو میتونی پاسخ بدی که فهمیده باشی، علی هر وقت یه چیزی حفظ کردی و نفهمیدی داستان چیه تو کنکور جوابش رو نمیدی. بریم سراغ امر باللام. بچه همین امر رو بگیم برای امروز کافیه. امر باللام انقدر راحت آقا، نه کن تو رو خدا. فعل مضارع رو مینویسی یک توبو، اولش ل اضافه میکنی، بیا اولش رو ل اضافه میکنی، آخرش رو ساکن میکنی. چه امری؟ امر باللام. چی کار کن؟ ل بذار، آخرش رو ساکن کن. چه امری؟ امر باللام. چی کار کن؟ همه با هم ل بذار، آخرش رو ساکن کن. چه امری؟ امر باللام. چی معنی میشه باید؟ خیلی مهمه. یک توب می نویسد، ل یک توب باید بنویسد. بریم سراغ آخرین نکته و مهمترین داستان. به هم بگید ببینم آخرین مرحله ساختن فعل امر چیه؟ امر حاضر و امر باللام آخرین مرحلهش چیه؟ بگید ببینم. پنج دقیقه آخر خیلی مهمه که میخوام بهتون بگم چیکار باید بکنید. بدو. آفرین امیر حسین، آفرین زهرا، آفرین سالار، آفرین. خیلی تون شد دیگه. آره همه درست گفتن. بچه آخرین مرحله ساختن فعل امر چه در امر حاضر چه در امر باللام مجزوم کردنه. مجزوم کردن به چند روش صورت میگیره. وقتی فعل مضارع به سه روش مرفوعه، به سه روش هم مجزوم میشه. لطفا اینجا رو ناکنین، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. آخرین چیزی که امروز میخوام بگم، فعل مضارع به سه روش مجزوم میشه، یک دو سه.
اگه فعل مضارع آخرش او باشه، او تبدیل به ساکن میشه. حالا یا این ساکن یا این ساکن. یادتون باشه بچه‌ها در جمع مؤنث، جمع مؤنث یعنی 6 و 12، هیچ تغییری صورت نمیگیره، تو سایر صيغه ها نون حذف میشه. میخوام از هر کدوم یه مثال بزنم، باشه؟ لطف کنید خود شما کمک کنید. اوکی، خود شما کمک کنید. بگید ببینم، بگید ببینم، چون بهتون قول دادم یه رو به هفت تعطیل میکنم، همین کارو میکنم. تک تو بو امرش میشه چی؟ تک تو بو امرش میشه چی؟ همه جواب بدن، همه جواب بدن. امیر حسین حیدری، من نوکرتم، من نوکرتم. آها، میشه چی؟ آفرین، میشه اوک توب، اوک توب. بچه چه اتفاقی افتاد؟ این اویی که اینجا بود تبدیل به ساکن شد. این یکی داشته باش. تک چرا قرمز بود؟ سبز میخواییم، سبز میخواییم. تک توب نه جانم. خب تک توب نه، درسته؟ امرش چی میشه؟ بگو. آها، اوک توب نه، آفرین، اوک توب نه، هیچ اتفاقی نمیفته. و اما اینجا، و اما اینجا تک توبونه رو بگو چی میشه. آه بگو بینم. ها ماشالله، ها ماشالله، میشه اوک توبو. چه اتفاقی افتاد؟ نون از آخر فعل حذف شد. اینم درس امروز. حالا همگی 5 دقیقه وقت دارم که بهتون بگم که چه بکنی. 6 دقیقه همه حواس جمع باشه، لطفاً همه گوش کنین تا اصل داستان رو بگیم که چیه. ما آخر هر جلسه تکلیف میدیم و شما باید این تکلیف ها رو تو هفته بعد انجام بدید. ببین بابا جان، اولا که شما منابعی که میخواین استفاده کنیم چیه؟ از چه منابعی استفاده میکنیم؟ 1 جزوه، که این جزوه الان 16 صفحش روی پنل هست، کلش رو پنله، چون حالا بچه همان کن رو پنل 1 یا 2 قرار، جلسه 1 یا جلسه 2 قرار میگیره، که شما این جزوه رو میتونید، خب میتونی پرینت بگیری یا فیزیکیشو تهیه کنی. کسی که میخواد فیزیکی این جزوه در واقع ما رو تهیه کنه، که این جزوه است، خب که رنگی هم هست همینطوری که میبینین، کافیه تو دایرکت به ما یه پیغام بده جزوه‌ای که لازمش داریم. 2 پرینتش که رایگانه، ولی اون فیزیکیشو بایستی دوستان تهیه کنن، یعنی خریداری کنن. 2 کتاب، کتابی که مجموع کتابایی که ما استفاده میکنیم و شما باید اونها رو تهیه کنید. البته بعضی از بچه ها الان دیگه نمیتونن کتاب تهیه کنن، یا من دیگه الان کتاب خریدم به بابام بگم پول بده کتاب بخرم، این همون کتابا رو تو سرم میزنه. خب اگه این شکلی همون کتابایی که دارید، ولی مچترین کتاب‌ها با کتاب‌های کاری که ما تو اون نکته انجام میدیم اینه. یکی جامع عمار هست، یکی واژه عمار هست، و یکی درک مطلب عمار هست. درک مطلب عمار، همه اینا در کانون فرهنگی آموزش به چاپ رسیدن. خوب گوش کنید، ما یه 2 تا کتاب واژه‌نامه داریم که این مال انسانی است و این مال ریاضی تجربی و هنر منحصر از زبانه. تمام واژه‌ها، آیات، روایات، تعاریف، کلمات مترادف، کلمات متضاد، خلاصه قواعد، جمع‌های مکسر، همه چی تو این است، هر چیزی که حفظیه. یه کتاب درک مطلب و کلوستس عماره که بچه‌ای که می‌خوان درک مطلب کار کنن و درک مطلب در واقع تستاشو بزنن، این کتابو تهیه می‌کنن. بعضی از بچه‌ها درک مطلب رو نمی‌خوان بزنن، پس این کتابو تهیه نمی‌خواد بکنن. و اما 2 کتاب جامع داریم به عنوان بانک تست ازش استفاده، کتاب عربی عمار ریاضی تجربی و کتاب عربی عمار انسانی، که این هم عمومی هم تخصصی، یعنی بچه انسانی خود این 2 تا رو بگیرن، ریاضی تجربی اینو میگیرن، انسانی ها اینو میگیرن.
این کتابا رو هم اگر که تو شهرتون از نمایندگی کانواس میتونید تهیه کنید، از هر بانکی کتاب میتونید تهیه کنید، از وبسایت خودمونم با 20% تخفیف میتونید تهیه کنید. هر کسی ندونست این کتابا رو نتونست گیر بیاره، باز به ما دایرکت بده. این منابعیه که استفاده میکنیم. یادتون باشه ما فعلا پول ارتباطی اون با شما اینستاست، اینستاگرام. خب که چیه؟ هر کسی هر سوالی الان داره، هر کسی هر چیزی الان براش مبهمه، نمیدونه چی به چیه، ایرادی داره، میاد به اینستاگرام ما arabic_ammar دایرکت میده. همین الان ناکرم کلی دایرکت فعلا بهم دادین. این اینستاگراممونو شما دنبال کنین و خدمتتون عرض کنم که هر سوالی دارید اونجا از من میتونین بپرسین، در هر خصوصی، هم درسی هم غیر درسی. یک کانال تلگرام داریم @arabic12 که من تو این کانال چیکار میکنم؟ تمام آزمون‌های آزمایشی قلمچی و گزینه دو رو در واقع حل میکنم براتون و خیلی حرفه‌ای، خیلی باحاله، خیلی باحاله. تکلیفات از رو کتاب خودم میگم، بعضی جلسات آزمون داریم، آزمون هم بهتون اعلام میکنیم. فعلا تا هفته آینده تنها کاری که باید بکنید که یک، منابعتون رو آماده کنین، منابع رو آماده کنین، برین سراغ تکالیف. خب و این کار رو باید انجام بدید همگی. آقا تکالیف، این بخش دوم ماست. یک، مطالعه جزوه به صورت حرفه‌ای، خیلی حرفه‌ای باید باشی. کی من میفهمم این جزوه رو حرفه‌ای خوندم؟ بتونم خودم توضیح بدم. دو بچه‌ها، لارت یعنی لغات، آیات، روایات، تعاریف. درس 1/10 از واژه‌نامه رو در واقع شروع می‌کنید کار کردن. و 3، حل تست درس 1 عربی جامع عمار. اینم تکالیف شماست. رفع اشکالم که حتما انجام بدید اگر اشکالی دارید. خب تکلیفارم خدمتون گفتم. گفتم اگر کسی نتونست کتاب رو بگیره، بهتره که کتابا رو بگیرید. اگه نتونستی کتابا رو بگیرید، از کتابی که داری دیگه، درس 1/10 رو باید تست بزنید. حله دیگه یه سری سوال دارم میپرسم. خب بالا رو بیاریم، بساسا کوچیکش کنیم که همه رو داشته باشین. اینم از این بابت. مرسی آفرین سعیدی، مرسی. خب بعد از اینکه بریم ادامه کار، بازم آره درک مطلب، ببین همه چی ما کار میکنیم، ترجمه، درک مطلب، تحلیل صرفی، ضبط حرکات، همه چی. ببین این جزوه رو باید بگیری. خب هر چی من میگم که توش مینویسی. اینجا که جزوه پر شده شو الان بعد کلاس براتون میذارن دیگه، جزوه بعد پر شده بعد از کلاس برمی‌داری، خودت توش پر میکنی، دوستاشی پر شده رو پرینت میگیری، یه سری نکته پیدا میکنی، هر نکته از هر کجا تو عربی جامع تو آزمون ها پیدا کردی میای تو درس مربوطه این مینویسی. حله؟ این خیلی جزئی جمع جوریه، ولی گفتم ادعا میشه نکته وجود نداره که توی این در واقع خدمت ترس کنم که چیز نباشه. حسین یه کمی بزرگتر میکنی اندازه این بشه، من یه فیلم از خوانش بگیرم. خب بچه ها میخوام که دیگه خداحافظی کنم باتون. تا هفته بعد میخوام با شما خداحافظی کنم. فقط و فقط میخواستم که شما در این آخرین لحظات کلاس نظرتون رو بپرسم و شما نظرتون رو بگیم، من یه فیلم بگیرم و استوری کنیم و حالشو ببریم. آماده این؟ خب دوستان عزیز، کلاس به پایان رسید، جلسه 0 بود. بگید که به هر حال نظرتون چطور بود، حال کردین حال نکردین، که ما بقیه بچه هم بدونن که داستان از چه قراره. خیلی ممنون. چی شد؟ 1 2 3 1 2 3 میاد صدامون.
آها قطع شد قطع شد. خب یه بار دیگه خدمت دوستان میگیم که جلسه صفرمون بود، فقط میخواستم ببینم که داستان از چه قراره. همگی لطفاً مرسی مخلص همگی شما هستیم. بله همه لطفاً پیغامشو بنویسن. مرسی از همه شما، نظرتون رو بگین. انشاءالله هفته بعد خیلی حرفه‌ای و خیلی مشتی‌تر در خدمت شما خواهیم بود و انشاءالله خواهیم ترکون. متشکرم از همتون، دم همگی گرم. خیلی عالی، مرسی. خب خیلی خسته نباشین، هفته بعد میریم تکنیک‌های ترجمه رو میگیم، درس دو رو میگیم، شاید برسیم باب ها رو هم درس بدیم. تا هفته بعد همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.